خب تو ویدیو قبل بهتون گفتم که چی شد که ما باید از پیش هارپود میرفتیم. میخوام تو این ویدیو خونه جدید رو بهتون نشون بدم، خانواده جدید. اینجا هم بخوام خیلی خلاصه بگم، فکر کنم تو ویدیو قبل توضیح دادم. بخوام خلاصه بگم، لیزا دوستی داشت تو لیتوانی که از طریق خواهر اون که تو آلمان زندگی میکرد آشنا شدیم با این خانواده و این очень видно. اتفاق خوبی که واسه هم افتاد، اون دختری که قبول کردش که ما اینجا پیش زندگی کنیم، دوست پسرش و داداش دوست پسرش فارسی زبونه. من فکر می‌کنم باید بیایم اینجا دوباره آلمانی. آلمانی هم بد نیستن، ولی خب وقتی زبون بلد نباشی زیاد با هم ارتباط برقرار نمی‌کنید. یکی از نکات مثبت اینجا اینه. حالا امروز می‌خوام برم بهتون نشون بدم که این خونه چه جوریه، خانواده جدیدو نشون بدم که با هم آشناتون کنم. این ورودی خونه است. سلام فراز. میام پیشت الان. اینجا دو طبقه است. طبقه بالا فرهاد و فهیم زندگی میکنن با هانا. پایینم یه اتاق برای ما خالی بود که ما داریم اونجا زندگی میکنیم. اینجا در اصلی خونه است. اون پشتم یه ورودی دیگه داره. من میخوام حیاتم به شما نشون بدم. این و حیات خونه است. میریم از اینجا یه پله داره که میخوره به یه تراسی که ته اون تراس که در هستش که میخوره به اتاق ما. این اتاق ماه با یه ویو قشنگ. اینم تختمونه. فرهاد و فهیم انقدر مهربونن باورتون نمیشه، انقدر به ما لطف کردن این چند وقت. من تا حالا تو زندگیم معذب نشدم که انقدر بهت کمک کنن، انقدر بهت حال بدن. اولین صحنه ای که من از این خونه دیدم، در ورودی که باز شد، دیدم فرهاد و فهیم دارن این کمدو درست میکنن. روز قبلش رفته بودم برای ما این کمدو خریده بودم، وسایلمون جا بشه، این فرشو گرفته بودن. خب اینم که در اتاق ما. اینجا یه انباریه، اینجا همون دستشویی. اینم در اصلی خونه که از اون ور توی حیاط بهتون نشون دادم. اینم که آشپزخونه. بریم بالا اتاق بچه‌ها هم نشون بدم. این بر اتاق فرهاد و هانا. هانا انقدر با سلیقه است، واقعا اتاقشون قشنگه. حالا یه ذره به هم ریخته است. اینجا هم اتاق فهیمه. بریم پایین. بچه ها هم نشونتون بدم. اینم آقا میپوه. اینجا منتظر بوده. سلام. سلام. بچه ها هنوی توی اتاق نشستن. خانواده جدید. فهیم خسته. این فهیمه. شهرام فهیم. این آقا فرهاد. سلامت شهرام. فهیم و آقا فرهاد. خب تو کوچیکی. این داشت بزرگر. این هانا. هانا. لیزا. سی هلو. اینا از ما روسی یاد گرفتن این چند وقت. این دوتا داداشن، از هم شبیه هم نیستن. خب اینجا پذیراییه، اینجا هم نشون بدم. این ورم بار فراده. شما چرا دوتا داداشید ولی شبیه هم نیستید؟ مره مادرم رو بپرسید. اینو کات کنم. اینو اوکی دیگه، برم بعدم مزاحمتون میشم. اینم از خونه جدید. ویدیوهای دیگه قرار بذارم اینجا. میخواستم اینجا رو نشونتون بدم که بچه‌ها چطورین. خیلی خوشحالم که فارسی زبونن، زبونم رو میفهمین، با هم شوخی میکنین، وقتمون خوب میگذره. همه کسی کرونا میگیرن واقعا پوزیتیو شده. باشگاه واقعا ببینید امروز هم چی بوده، چی اسمش مسکه کارتا توازیش چی میشه؟ بدن درد دارم، رفتم باشون بعد از دو ماه ورزش کردن بدن درد میکنه. بریم آقای سر بیرون هوای بکنیم. ما بریم بیرون یه سر یه هوایی بکنیم تا بارون نیومده. بارون الان میاد دوره. الان یه سر میخوایم بریم بیرون. هوا هوا خوبه. هانا کرونا داره؟ اصلا مهم نیستش. هانا امروز تست کروناش مثبت در اومده. فکر کنم هممون داریم دیگه. هممون داریم به خدا. یعنی واسه دو بسام گرفته. والله العظیم یارگه. بریم یه دوری بزنیم. کیه؟ هانا عکسش تو جیبت گذاشتی؟ تو ماشین. کچل بوده چرا بچه گیر؟ بچه. همه بچه گیرشون کچله. ما بچه گیرمو نهیدم. فراد رفته با باشگاه صحبت کرده، گفته که دو تا اوکراینی هستن اومدن پیش ما، برای همین مجانی الان میتونم باش برم باشگاه. هیچی به ما نمیدن بخوریم، از همون کار میکشن، میگن خونه رو تمیز کن. صبح تا شب خونه رو تمیز میکنی، آخرش یه تیکه نون پنیر شب به ما میدن. الان میندازنمون بیرون. چی نگم آنا انگار سیبریه. 5 نفر اومدن اومدیم بیرون. میپو رو بچرخونیم. این دوتا یه جور با هم مد شدن، صبح شب هر جا به هم دیگه بخورن فقط حرف میزنن.
یه لحظه تو آرامش نیستیم به خدا. چیه این اصلا؟ بابا رابرو چیه مگه تو میدونی راه نمیدونی؟ رو اون باید راه بری داداش، رو پایینی باید راه بری، اون لول دهه، میخوری زمین به قرآن یه جور میخوری. دیوانه هست داداش. اینجا راه اینجا نوبت آقا مهتیه، برو بدون دست دستاتو که میگیری. به جا شام دو تا شام بهم میدی یه روز بدون دست نمیشه. اینجا مدرسه هست، این فوتبالشه؟ از خود کلاغ بهتر در میاره. این بچه کلاغه. یه سری از بطری ها هستش، هایی مارکر روش باشه 25 سن قیمتش. یه سری دستگاه هستش تو سوپرمارکت ها که میدادید توش 25 سنت دد پول میده. ماگین شما این قوطی تو سوپرمارکت میخری، پول این 25 سنت رو به سوپرمارکت میدی که بعد بری پولش رو برگردونن به. واقعا؟ میفروشن به. 25 سنت نظر میگیره. ها یعنی پول اولیه‌شو داری میدی. تو میدی پول خودتو پس میگیری. آره دیگه. بچه‌ها من ورزش کردن این قهرمان غرب آلمان. برو تو هم برو ببینیم میتونی. حرکتش واقعا سخته. هر کی نمیدونه بره امتحان کنه. ماشاءالله. رفیقای فهیم اینا. آقا سگ ریدن یا ممنوع ریدن سگ ممنوع؟ ریدن سگ ممنوع یا سگ ریدن ممنوع؟ این تابلو باشه بخوای به فارسی بگی بعد چشکی بگی این چیه؟ بعد میای تا این و؟ تو بالای دوازده سایی نرو. لیزا برو برو میترسه میاد همه تو دردی بای نوبت منه. نه آقا بولم نده ناموسن، من سنگینم. همه چکار کنم؟ این را چکار کنم؟ همه چی بره؟ آره من پا بیشت میکنم. این خب داره میافته ششکت میشه. بابا بشی بیش برو اقل بایی کنم را پا رو ببادم. با این هم کنم شهر را بلست کن، شهر را میافته. It was at this moment that he knew he fucked up. Are you okay? I'm looking for you. همه چیزش این بچه فرق میکنه. چهارم. میزنه این معلومه میکنه. خیلی حال داد. برو بالا بعد پاتو بزنی زمین بچرخونی. حالت عادی نیست، یه دور به چرخم سریجه میگیره. میخواستم هم خلاباشم نتوستم دیگه، باید ده دور میچرخم نتوستم، قبول هم نکنم. چی؟ نه دور چرخیدی؟ نه نمیتوستم، دو قوین دور گفتم نمیتونم. حالا برو باید بشه دهن تو باییدم فهم. آی جریمه نهره به شاشی. چرا فکر کنم پنجه رو جریمه. شما پول دارید دیگه؟ ما پول داریم. میخوای اون تو به شاشی؟ ببین چه شیشه انداختم اونجا. فردا میبینی فراد اومده اینجا هر روز داشت شیشه جمع میکنه پول بگیره. این شیشه ها پولی نیست، شیشه ها یکیز بودکان بلیت بشید.
بشین. تو ده شو. اینجا بریم چطور جنگل؟ چند سال پیش اومدید اینجا؟ 6 سال. چی شد اومدید؟ فهیم گیر داد که من میخوام برم آلمان، تو هم داداشو بزرگتر برش بشه. شهر ما حسین خوب زندگی کنیم. میشین یا تخت یا تابوت. یا تخت یا تابوت. آره گفتیم چی؟ میریم سمت آلمان، یا اینکه میریم تو آب، یا اینکه میرسیم به خشکی. خب رسیدیم به خشکی دیگه. بعد رفتید مرز ترکیه، از اونجا رفتید یونان. خلاصه آقا اینا اومدن تا ترکیه. چرا از اینجا ما داریم میریم واقعا؟ کجا تو آبگیری که یونان؟ یه دریای بین یونان و ترکیه. آره اونجا رفتن، اون کسی که مثلا پول دادن که ردشون کنه اینا، قاچاق بر ببخش آقای قاچاق بر که اومده اینا رد کنه، جای 20 نفر 50 نفر سوار قایق کرده وسط دریا، بنزینشون تمام شده، همینجوری موندن. فهیم هم موقع اینجوری نگاش نکنید، تاق بوده قایق داشته میرفته تو آب، هیچی دیگه. یه جتسکی رفته پیداشون کرده، رفته به پلیس یونان گفته و یه کشتی آورده مثل آقا بردنشون. اون موقع 6 سال پیش مرزا باز بوده، زمینی همه میومدن. بای بای. حالا های چوز بریم میرسیم خونه، بریم یه چیزی بخوریم، ولاگو تمامش کنم تا ویدیو بعد. فعلا And then, for example, there's two different exercises. One is when you have your arms like closed. Oh, yeah, that is job. Key, ready? Two for one, take it. Do you like it? No. I like it. I like France. والله العظيم